السلام عليكم ورحمة الله بالإسلام. وحضوركم که در مورد تفاوت فرهنگی میخواستم امروز صحبت بکنم، هرچبت که این تفاوت فرهنگی که دیپلمات ما باعث شده است هرچبت که دسترازی بکنه به بچه مردم داستان طولانی تری دارد. موضوع به این نفع هستش که هزارات تفاوت فرهنگی فقط با اجانب ندارند، بلکه اینها تفاوت فرهنگی هم با خود مردم ایران هم دارند. شما از نظر شکل ظاهری، اصلاح سر و صورت، مدل مو، ریش و پشم، مدل لباس پوشیدن، نحوه حرف زدن و راه رفتن، معاشرت، مهمانی، عروسی، تولد، عزا، نحوه قضا خوردن، هر جور که نگاه بکنید این حضرات به نظر می رسد از جای دیگری آمدن، هیچ شباهتی با عموم مردم ندارند. لباس اینها را نگاه کنید، یک لیقه معروف است به یقه آخوندی. خود چند درصد از مردم ما یقه آخوندی لباس می پوشند. نحوه حرف زدن، خودتان شاهد هستید به چه نحوی این حضرات صحبت می کنند. به حضورتون که عموم مردم در مراسم تولد، در مراسم ازدواج، زن و مرد در کنار یکدیگر مثل خواهر و برادر پیش هم می نشینند، جشن می گیرند، شادی می کنند. این هم مجلسشون زنانه یک طرف، مردانه یک طرف. حضورتون که اگر می خواهند ازدواج کنند می روند در مسجد ازدواج می کنند، چیزی به نام جشن تولد بچه ندارند. اگر میخوان قضا بخورند در حضور مقام رهبری که ملاحظه فرمودی همه نشسته بودن زمین با دست داشتن قضا میخوردن، عکس مربوط به عید فطر پارسال هست که امسال اصلاح کردن قاشق و چنگال به دستشان داده. به حضور انوارتون که زنانشان را نگاه بکنید، خدا وکیلی چند درصد از زنان ما مانند زنان اونها فقط نوک دماغشون معلوم هست. زنان ما زنان پاک دامنی هستند، بلکه اونجوری دماغ و سر صورت را نمی پوشانند. حتی اکثر روسری سرشان بگذارند. اگر هم موی بیرون بیایه که مسئله این در بیشتر مهمانی ها مردم مشروب الکلی می خورند. بحثی نیست، این حضرات با این چیزا بیگانه هستند. شما هر دیکتاتوری در هر جای دنیا نگاه بکنید حداقل از این نظر شبیه مردمش هست. کیم چون چونگ کره شمالی بگیر، کوبا رو بگیر، سوریه رو بگیر، خار مردم سلوات داره میدن، اما ظاهرشون به رفتارشون داره میان رقص و آوازش رو داره و بزن به کوبش داره به خورش داره و دهن مردم رو داره سرویس میکنه. این حضرت خارکوسا اصلا هیچ نظر شبیه مردم ما نیستن. در تمام مهمانی های ما مردم میزنن، میرخصن، میکنن، هیچ جاکش از این چیزا رو حالیشون نیست. من کدوم جهنم دره آمدن که حالا شما تصور بفرمایید یک چنین جانوری به خارج از کشور، اونم برزیل که مردم همه لخت و اور هستن، میره و بچه رو میگیره، میخواد مثلا عزیز تو آب مساج میخواد بده یا میخواد مثلا شوخی بکنه. آخه خار کجا تو کشور خودت مگر با کسی شوخی میکردی؟ بچه 8-9 ساله که الله رفت اونجا میخواد این کار انجام بدی؟ مادر تو سلوغا. به هر حال این بحثی بود که باید مطرح میکنم. امروز صورت اینترنت خیلی خوب هست، من اپلود میکنم. قربان همه گی برمدارید.